بادوم یک میوه‌وعده خیلی خوب برای کودکان و بزرگسالان، یه جورایی تمام سنین. بادوم غذای مغزه که تو دوران مدرسه باید بچه‌ها ازش خیلی بیشتر استفاده بکنن و هر کسی که کار فکری داره. بریم در مورد این درخت شگفت‌انگیز بیشتر بشنویم. سلام دوستان خوب من، امروز با یه مطلب جدید دیگه اومدیم تو خونه هاتون، مطلبی که به درد کسایی که کارهای فکری میکنن یا کسایی که میخوان به بچه هاشون بیشتر برسن تا توی درس فهم بیشتری داشته باشن کمک بکنه. بادوم مغزیه که هم به صورت خوراکی مصرف میشه و هم ازش روغن میگیرن که هر جفتش خواص بسیار زیادی داره. یکی از اساتید به بادوم لقب غذای مغز داده. بادوم میتونه عاقل بکنه. نگاه بکنید، توی طب سنتی ما فرق گذاشته بین عاقل و باهوش. میبینی چه طب خوبی داریم؟ عاقل اون فردی میشه که از داشته هاش یا از علمش به نحو احسن استفاده کنه در خدمت بشریت، که این طب سنتی ما رو واقعا متمایز میکنه با بقیه طب ها توی دنیا. بریم سراغ دوتا از کتابا، کتاب مخزن الادویه و قانون. ببینیم تو مخزن الادویه در مورد بادوم چه چیزهایی گفته. عقیلی میگه طبیعت آن در اول گرم و تر و معتدل نیز گفتند. از خواصش میتونیم بگیم حافظ قوتها و اعضاه، ملین تب، حلق و موافق سینه است. شیره آن با شکر جهت سرفه و خشونت سینه و حنجره و آسم مورد استفاده قرار میگیره. نگاه بکنید منظورش از شیره آن سمقش و منظورشه. توی درختان اون شیرابه که جدا شده روی پوست درخت هست، اون سمق رو توی آب میذارن، تقریبا 12 ساعت تا 24 ساعت طول میکشه که اون حل بشه در آب و اون آب رو میخورن که بسیار مجرب هست. عقیلی همچنین میگه بودادای آن مقوی معده و قابض، مقوی باخ، منظورش نیروی جنسیه و زیاد کننده منیه. بریم سراغ کتاب قانون که ببینیم ابن سینا چی میگه. بادوم عمدتا پاک کننده هستن، باز کننده و جلا دهنده، ولی در بادام تلخ این خواص قوی تر است. چرا که بادام تلخ به خاطر قدرت نفوذی که داره باز کنندگی و جلا دهندگی بیشتری داره. همچنین ابو علی سینا میگه هر چند غذای کم میدهد ولی غذای خوب میدهد. من در مورد این درمان با غذا یا گیاهان دارویی یه ویدیو ساختم، توی اون ببینید، خیلی مفصل صحبت کردم که فرق غذا و گیاه دارویی چی هستش. بادام تلخ خاصیت غذایی ندارد و عمدتاً اثرات دارویی دارد. بذارید یه توضیح خیلی مختصر بدم. این که میگه بادام غذای کم میدهد، منظورش از بعدی بادوم نیست. نگاه کنید، ما بعضی از گیاهانو داریم که هم خاصیت غذایی دارن هم دوایی. توی اینجا بادوم خاصیت دواییش بیشتره تا غذاییش. میگه غذای کم میدهد ولی غذای خوب میدهد. با اینکه غذای کم میده ولی خوبه. رسید بادوم تلخ به خاطر قدرتی که داره دیگه تو دسته غذاها جای نمیگیره. اینو تو دسته داروها میبرن. علتش اینه. دلیلش بد بودن بادوم نیستش. همچنین حکمای دیگه میگن که برای لاغری خوبه، رفع یبوست و بیماری های مجاری ادرار. مغز بادوم به صورت شیر بادام برای سرفه و سیاه سرفه و بیماری های نزل ای بسیار خوب و مجرب است. از روغن بادام هم استفاده های بسیار زیادی میکنن. توی فرمولاسیون هایی که مربوط به آرایشی بهداشتی هست از این روغن بسیار زیاد استفاده میشه. خلاصه روغن بادام رو توی ویدیوی دیگه ای بحث میکنیم و توی اونجا بیشتر بهش میپردازیم. یه بار دیگه شعارمون رو با هم دیگه شرح میدیم: سبک زندگی سالم استفاده درست از گیاهان دارویی، نه استفاده از گیاهان دارویی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد و قلبتون عاشق.